بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه کسانی که بیننده این برنامه هستن. اگه اجازه بدید من اولین سوالم راجع به برجام باشه. جناب عالی فکر میکنید همچنان که برجام یک توافقی به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده؟ اگر هست به اجمال مهمترین منافع برجام بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت عزیزانی که بیننده این برنامه هستند. تشکر میکنم از شما برای این فرصتی که به بنده دادید. من فکر میکنم برجام رو باید در دو چارچوب و در دو ظرف نگاه بکنیم و برداشت بنده و اکثر متخصصین اینه که در هر دو ظرف یک دستاورد بزرگ برای ایران بوده، هست و همیشه خواهد بود. ظرف اول ظرف امنیتی سازی و جهانیه. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از ابتدای پیروزی انقلاب تلاش داشتند که ایران رو به عنوان یک تهدید امنیت بین المللی مطرح بکنند و این تلاششون از حادثه گروگانگیری یا به عبارتی لانه جاسوسی شروع شد. یک قطعنامه فصل هفتمی بعد از صدور رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری بردند به شورای امنیت و در اون زمان شوروی مانع شد از طرح قطعنامه. مرحله دوم در دوران جنگ ایران و عراق بود که آمریکایی‌ها بعد از تصویب قطعنامه 598 که اولین قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت در مورد جنگ ایران و عراق بود، تصمیم گرفتند که قطعنامه دومی رو صادر کنند. ما اون قطعنامه رو دیدیم و اون وقت نماینده شوروی قطعنامه رو به ما نشان داد، ولی با طراحی که شد و با اجازه حضرت امام در حدود دی ماه و بهمن ماه سال 66 طراحی شد و یا 67 66 طراحی شد و مانع حرکت آمریکایی‌ها شدیم که یک نامه‌ای بود که به دبیرکل نوشته شد که پذیرش طرح اجرایی دبیرکل به مثابه پذیرش قطعنامه 598. این بود که آمریکایی‌ها نتونستن قطعنامه دوم رو که در واقع ایران رو تحریم می‌کرد. من وقتی که بعدها 3 سال بعد قطعنامه علیه عراق رو دیدم، 661 رو دیدم، دیدم اینو آمریکایی‌ها یه بار نوشته بودن، واسه ما نوشته بودن و بعد همون کار رو برای عراقی‌ها استفاده کرد. در سال 83-2004 میلادی قبل از توافق پاریس در دوران دولت آقای خاتمی باز هم آقای بولتون خیز برداشت برای اینکه موضوع هسته‌ای ایران رو به شورای امنیت ببره و اون بار هم با طراحی که شد و با توافق پاریس شکست خورد و نتونست این کار رو بکنه. لذا 3 بار آمریکا از بعد از انقلاب تلاش در واقع ناموفقی کرده بود که ایران رو تبدیل بکنه به یک تهدید صلح و امنیت بین المللی و در قالب فصل 7 قطعنامه علیه ایران تصویب بکنه. یه مغلطه‌ای تو کشور میشه و میگن ایران در این قطعنامه ها در قالب فصل 7 نبوده، ماده 41 بوده. ماده 41 جزء فصل 7ه و در اتفاقا میگه توی قطعنامه ماده 41 از فصل 7. فصل 7 اصلا معنیش چیه؟ معنیش اینه که عنوان فصل 7 رو اگه نگاه بکنین می نویسه نقض صلح، تهدید صلح، تجاوز. اینا عناوین فصل 7ه. لذا کسی موضوعی که تحت فصل 7 مطرح میشه یعنی تهدید صلح یا نقض صلح.
یعنی ایران به عنوان تهدید علیه صلح امنیت بین المللی شناخته شد با قطعنامه 1696 که ابتدا هم حتی ماده 41 هم نبود، ماده 40 بود 1696، یعنی اقدامات موقتی. بعد رفت ماده 41 یعنی اقدامات تنبیهی که بعد هم میتوانست بره به ماده 42، گرچه من معتقدم که قطعنامه 1929 در دو بندش صراحتا احتمال استفاده از زور رو مطرح کرده. لذا در حوزه اول برجام توانست این اجماع امنیتی جهانی علیه ایران رو شکست بده، اجماعی که به این راحتی قابل بازگشت نیست. به نظر من علت اصلی مخالفت صهیونیست‌ها و تندروهای آمریکایی با برجام همین از دست رفتن این اجماع بود. اگر نه، اگه صهیونیست‌ها نگران بمب هسته‌ای ایران بودن، که به نظر من هیچ وقت نبودن و فقط این یک ابزار تبلیغاتی بوده و ما باور کردیم تبلیغات صهیونیست‌ها رو که این قضیه نگرانی برای اونا ایجاد کرده، این فقط روشی بود برای امنیتی سازی ایران. و چون برجام که در واقع تهدید هسته‌ای ایران رو از بین می‌برد، لااقل به قول خودشون یک سال عقب مینداخت. خب شما اگر در اسرائیل نشسته باشی خدای نکرده و نگران امنیت اسرائیل باشه آقای نتانیاهو و ببینه به جای دو ماه فاصله ایران با بمب هسته‌ای، لااقل برای 15 سال بمب هسته‌ای ایران یک سال عقب بیفته، چرا باید نگران باشه؟ علت نگرانیش این بود که برجام اون تهدید امنیتی ایران، تهدید انگاری امنیتی ایران رو از بین برد. دکتر حالا این یک درست دو و شش قطعنامه شورای امنیت بدون یک لحظه اجرا شدن هیچ یک از اون قطعنامه ها از بین رفت. دوم، برجام به لحاظ حقوقی یک سند بسیار قویه. شما اینجور حساب بکنید که یک توافق حقوقی بین شش کشور که مندیت شورای امنیت دارن، اختیار از شورای امنیت دارن، و کشوری که موضوع شورای امنیته، یعنی یک طرف شما شش کشور نشستن و یک سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا که از طرف شورای امنیت اختیار دارن، و یک طرف یک کشوری نشسته که موضوع شورای امنیته، و به جای دو صفحه توافق یک توافق بالای اولش 150 صفحه بود، بعد که سازمان ملل توی چاپ با حروف ریز چاپ کرد شد 104 صفحه. الان که زمینه حالا واسه اینکه آقای نبویان دوباره نگه ظریف برجامو نخونده، برجام 104 صفحه است نه 159 صفحه. نه، برجام 159 صفحه بود وقتی شورای امنیت، من مجبورم تا چه، وقتی شورای امنیت سازمان ملل اومد برجامو چاپ کرد، ریزش کرد، با حروف ریز تایپ کرد، شد 104 صفحه. این سند اینقدر قوی بوده که 4 سال دولت آقای ترامپ تلاش کرد که با این سند ایران رو محکوم کنه، نتونست. آخرش مجبور شد با قلدری محکوم کنه. برجام ما یه چیزی رو باید بپذیریم، چون شما میخواین بحث نظری بکنید، باید بپذیریم که مجامع بین المللی، توافقات بین المللی رابطه قدرت در دنیا رو به هم نمیزنه، رابطه قدرت رو تعدیل میکنه. مثلا ما یه اصلی داریم به عنوان ممنوعیت استفاده از زور. این ممنوعیت استفاده از زور آمریکا رو جای کوبا نمیشونه، کوبا هم جای آمریکا نمیشونه، اما باعث میشه که علارغم اینکه آمریکا قدرتمنده و نیاز سیاسی هم داره و کوبا هم امروز هیچ چتر امنیتی نداره و روسیه هم ازش دیگه دفاع نمیکنه، شوروی سابق هم نیست، ولی الان 30 سال آمریکا به کوبا حمله نکرده. اینکه آمریکا به کوبا حمله نکرده با اینکه کوبا بتونه به آمریکا حمله بکنه، دوتا موضوع کاملا متفاوته. ما مغلطه نکنیم، توافقهای بین المللی ما رو جای آمریکا نمیشونه، آمریکا هم جای ما نمیشونه، بلکه باعث میشه قدرت آمریکا تعدیل بشه. اینکه آمریکا میره شورای امنیت با همه فشاری که 1.5 سال بود اووردن، در واقع خودشون رو توی گوشه قرار دادن، رفتن شورای امنیت و 2 رأی اووردن،
این خودش نشونه اینه که برجام علارغم اینکه بارها در ایران سوزانده شد و تشییع شد و جنازه‌ش هم سوزوندن، با این حال آمریکا رو شکست داد تو شورای امنیت. ما از یه توافق بین‌المللی همین حد باید انتظار داشته باشیم و نمیشه. بسیار خوب. عرض کنم که هنوز یه عده اصرار دارن بگن که این توافقنامه یعنی برجام علارغم میل رهبری انقلاب تصفیب شده. بیانشون اینه که در واقع چون یه خواست عمومی توی جامعه مطرح شد توسط دولت آقای دکتر روحانی و بعضی از جناها نسبت به مذاکره و پای میز نوعی مصالحه رفتن توی این قصه ها، ایشون به خاطر چنین فضایی رضایت دادن به امضای برجام. این تحلیل درسته؟ ببینید، در این که مقام معظم رهبری نسبت به آمریکا بدبین هستن کسی تردید نداره، در این که مقام معظم رهبری معتقدن که آمریکایی‌ها روی حرفشون وای نمیستن و زیاد خواهن کسی تردید نداره، این نگرش ما هم هست. من اگر برجام بر اساس خوشبینی نوشته شده بود، نباید مقررات برای اینکه ایران بتونه از ماده 36 استفاده بکنه و الان یک سال اکثر تعهدات برجامیشو داره انجام میده، هیچ کی هم نمیگه ایران از برجام خارج شده، این نشانه اینه که با بی‌اعتمادی متقابل اونها واسه بازگرداندن تحریماشون واسه همین آمریکا رفت شورای امنیت و ما هم برای اینکه بتونیم به برنامه‌مون برگردیم. لذا این یه نکته است. اما نکته دوم، دوستانی که با برجام مخالفن با شروع مذاکرات در مسقط هم مخالف بودن. مذاکرات در مسقط توسط دولت آقای دکتر روحانی شروع نشد، توسط دولت قبل شروع شد علارغم مخالفت اون دوستان و با دستور رهبری. حالا نکاتی هست در مورد مذاکرات مسقط که در زمان آقای دکتر صالحی، چون آقای دکتر احمدی نژاد هم مخالف بود، زمان آقای دکتر صالحی در وزارت خارجه، خیلی این تصویر رو شما تصویر بکنید، رئیس جمهور مخالفه، دبیر شورای عالی امنیت ملی مخالفه. لذا این که مذاکرات مسقط قبلا انجام شده بود نشون دهنده اینه که رهبری تحت فشار نبودن. به نظر من بعضیا واقعا بزرگترین توهین ها رو به اسم حمایت از رهبری به رهبری میکنن. رهبری که در برابر آمریکا وایساده، در برابر در واقع قلمری ها وایساده، چطور ایشون مثلا مرعوب من ظریف میشه یا مرعوب دولت 11 میشه و این اجازه رو صادر میکنن؟ این ظلم به رهبری، ظلم به برجام نیست. ضمن اینکه من رو این تاکید میکنم، کسانی که با برجام مخالفند با مذاکرات مسقط هم مخالف بودن، علارغم دستور رهبری کارشکنی کردند. یعنی فاصله بین مذاکرات دور اول مسقط و دور دوم مسقط، آقای دکتر ولایتی تو مناظره های انتخاباتی فرمودن فاصله بین مذاکرات دور اول مسقط و دور دوم مسقط علارغم دستور رهبری بیش از یک سال بود. یک سال فرصت سوزی شد. در آلماتی یک و در آلماتی دو و در بغداد از بعد از استانبول فرصت سوزی شد. همه تو مذاکرات پنج به اضافه یک، همه اینا توسط همون افرادی اتفاق افتاده که امروز علیه برجام صحبت میکنن و میگن رهبری با برجام مخالف بوده. آقای دکتر، الان با توجه به انتخابات امریکا و اومدن آقای بایدن که حالا اگه قطعی بشه باز دوباره بحث برجام داغ شده، حالا خبرهایی میاد از بعضی از مقامات امریکایی که اونا آمادن به برجام برگردن، اولا شما فکر میکنید این اتفاق یعنی چنین عزمی در دولت آقای بایدن هست یا نیست؟ ثانیاً اگه قرار به برگشت باشه فکر نمیکنید اینا شرط و شروط جدیدی بذارن، مثلا بحث موشکی مطرح کنن یا بعضی از بحث‌های دیگه؟ اون وقت در این صورت اساساً ما وارد این میشیم؟ عرض کنم به حضورتون که اینکه آقای بایدن چه کار میخواد بکنه باید صبر بکنیم و ببینیم. از نظر حقوقی آمریکا دو تا شأنیت داره. یکی شأن آمریکا به عنوان عضو ملل متحده، یکی شأن آمریکا به عنوان عضو برجام. خب آمریکا از برجام خارج شد، عضو برجام لذا نیست و بر اساس همین
نتونست از بازگردوندن قطعنامه ها استفاده کنه، چون گفتن تو عضو برجام دیگه نیستی، خودت هم گفتی آقای ترامپ هم امضا کرد به دنیا هم نشون داد سیز تو پارتیسیپیت، آمریکا حضورش رو در برجام متوقف کرد. این یک شأنیته. اما یه شأن دیگه ای هم آمریکا داره به عنوان عضو ملل متحد. برجام مسببه شورای امنیت و هر عضو ملل متحد چه دائم چه غیر دائم بر اساس اصل 25 منشور ملل متحد موظف به اجرای مسببات شورای امنیت. لذا خروج از برجام یک امتیاز را از آمریکا سلب کرد، نه وظایف آمریکا رو. آمریکا کماکان موظفه که تحریماشو برداره، آمریکا کماکان موظفه که مانع نشه. در تمام این مدت که آمریکا از برجام خارج شد از سازمان ملل که استعفا نداد، البته ممکن بود بده چون از یونسکو رفت بیرون، از همه جا دیگه رفت بیرون، حالا انشالله کره خاکی هم اما این شأنیت حقوقی رو شما فراموش نکنید. لذا آمریکای آقای بایدن موظف برگرده به برجام، مگر اینکه بخواد یاغیگری و قانون شکنی رو ازاد برگرده به اجرای قطعنامه 2231، نه برجام. اینکه آمریکا بخواد عضو برجام بشه دوباره، این باید آمریکا امتیاز عضویت رو دوباره به دست بیاره. وظایف آمریکا در برجام در قطعنامه 2231 هم هست، اما امتیازات آمریکا در برجام با عضویت ناشی میشه. لذا آمریکا در شأنی نیست که برای بازگشتش، برای دریافت اون امتیازات عضویت که بتونه تأثیرگذار باشه بر روند اجرای برجام، برای ما شرط بذاره. ضمن اینکه دولت، یعنی افراد دولت آقای بایدن میدونند که این موضوعاتی که در برجام نیست به دلیل غفلت نیست که در برجام اومده نیومده، به دلیل تصمیمه. یعنی اینکه ما بحث کردیم در مورد موشک، وقتی که راجع به موشک ما بحث کردن، ما مطرح کردیم که شما راجع به سلاح اسرائیل چی میگین، راجع به سلاح‌های سعودی چی میگین، آیا ایران، شما اینجا میخواین ادعا بکنین که ایران از امکانات دفاعیش محروم باشه، آیا چنین حقی رو شما دارید؟ وقتی که در مورد مسائل منطقه‌ای صحبت کردن، ما به اونها گفتیم شما میخواین در مورد سیاستاتون در مورد اسرائیل چی بگید، در مورد اینکه به ما گفتن ما میخواین روابط شما رو با منطقه درست کنیم، گفتیم شما بیاین روابط خودتون رو با منطقه درست کنین، شما الان دارین توی یمن آدم میکشین، تو سوریه آدم دارین میکشین. یعنی اینطور نیست که اونها به ما ارفاقی کرده باشن و این موضوعات رو حذف کرده باشن، نه، به این نتیجه رسیدند که اونها هستند. من تعجب میکنم از بعضی از دوستان در داخل که این رو به عنوان نقطه ضعف ایران میگیرن. اینها نقاط قوت ماست، اونها توان این رو نداشتن. آیا آمریکا، فرانسه و انگلیس توان این رو دارن که فروش سلاحشون رو به منطقه ما محدود بکنن؟ آیا اصلا میتوانند با ایران در هزینه تسلیحاتی رقابت بکنن؟ رقابت منفی. 67 میلیارد دلار اینا سال گذشته به عربستان سعودی سلاح فروختن، بیش از 22 میلیارد دلار به امارات متحده عربی سلاح فروختن، دارن الان F-35 به امارات متحده میفروشن، رقابت دارن در فروش سلاح به این کشورها. آیا اینا حاضرن فروش سلاحشون رو به منطقه کم بکنن؟ اصلا این آمادگی رو ندارن. لذا اگر این موضوعات در برجام نیست، نه به خاطر این است که ما اونها ارفاقی به ما کردن، به خاطر اینه که نتوانستند وارد این موضوعات بشن، امکانش رو ندارن. اونا هستن که در سیاست تسلیحاتی، در سیاست منطقه‌ای بدهکار ما هستن، بدهکار مردم ایرانن. اینا رو ما باید احساس خودکمبینی نکنیم، بدونیم. ضمن اینکه یک موضوع دیگه هم هست در مورد زمانبندی‌های برجام. زمانبندی‌های برجام موضوعی بود که تا روزهای آخر موضوع مذاکره ما بود. اینطور نیست که زمانبندی‌های برجام یک توافقی روز اول شد و حالا میگن باید این توافق رو عوض کنیم. نه، این موضوع کلمه به کلمه، اگه آقای نبویان قبول داشته باشه، کلمه به کلمه ما مذاکره کردیم.
حتی روزهای آخر بعد از سخنرانی حضرت آقا تو دانشگاه امام حسین ما یک چیزی اضافه کردیم، همه اینا دونه دونه مذاکره شده. یعنی طرف مقابل نمیتونه بیاد الان ادعا بکنه که من اون وقت یک چیزی رو توافق کردم با شما، چون مذاکره بود دیگه، بدبستان بود. من برای اینکه مثلا 8.5 سال رو در مقدمه برجام بگیرم یه چیزایی دادم، همه چی بدبستانه، در توافق بین المللی انشاء نمی نویسی شما، توافق میکنی. اونا باید بپذیرن. ما مثلا اینکه ما میخواستیم 2 سال محدودیت باشه، خب الان اونا میخواستن 20 به اضافه 10 باشه، الان رسیده به 10 به اضافه مثلا چند تا نکته که یکیش مثلا چند سال. اون توافق دیگه قابل مذاکره مجدد نیست، به خاطر اینکه ما به خاطر همون مثلا پذیرفتیم که تا 5 سال بعضی محدودیت ها رو حفظ بکنیم که تازه رفع شد. خب این چرا اینطور شد؟ اگه ما حاضر بودیم راجع به موشک با اینا مذاکره بکنیم که خب محدودیت های موشکیمون مدت 8 ساله پیدا نمی کرد، همون روز لغو می شد، مثل محدودیت های هسته ایمون که همون روز لغو شد. چرا محدودیت های موشکی ما 3 سال دیگه حذف میشه؟ چرا محدودیت های تسلیحاتی ما چند هفته پیش حذف شد؟ اینا همش به خاطر اینه که مذاکره صورت گرفته بود. لذا ما آمادگی داریم که آمریکا به برجام برگرده، اما آمریکا باید این امتیاز رو که از دست داده مجدداً به دست بیاره. یک منتی سر ما نمیگذاره. آمریکا باید اجرا بکنه تعهداتش رو و امتیاز بازگشت به برجام رو هم به دست بیاره. نمیگیم غیر ممکنه، ولی حتما اون آمریکا نیست که شرط میگذاره. من بدبین نیستم نسبت به آینده. چرا بدبین نیستم؟ نه به خاطر اعتماد به آمریکایی‌ها، به خاطر شکست سیاست آمریکا. یعنی سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورده. فشار حداکثری آمریکا به مردم ما خیلی فشار آورده. ما پرنده نیستیم در فشار حداکثری. من یه نکته ای رو بگم. در بازی 0-0 همه بازنده. در بازی حاصل جمع 0 همه بازنده. این اصل تصور ما باید باشه نسبت به روابط بین الملل. آمریکا بازنده است به خاطر اینکه فشارش به نتیجه نرسیده. ما هم برنده نیستیم به خاطر اینکه مردممون تحت فشار بودن. ما حتما نمیخوایم مردممون تحت فشار بودن. این بازی قابل تبدیل به برد برد هست. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا بعضی ها این مخالفت های مثلا افراطی با برجام اینگونه تحلیل میکنن که یه جریانی در واقع فکر میکنه که اگر ما همیشه یه دشمن خارجی داشته باشیم و بتونیم سخن از او بگیم، 2 تا خاصیت مهم برای ما داره. یکی این که حالا اگه کل ملت هم بسیج نکنه، لااقل یه طیفی، حداقل یه اقلیتی میتونه در داخل منسجم کنه و اینا عرض کنم که مدافع یه سری سیاست ها باشن، مدافع مثلا بعضی از جناح ها باشن. نکته دوم اینه که طرح چنین دشمنی میتونه توجیهی باشه برای برخی از ناکارآمدی ها و ضعف ها. یه تحلیل اینجوریست. البته بعضی از کشورها تو دنیا این نوع قصه های دارن، شاید خود امریکایی ها اصلا همین مسیر دنبال میکنن. میخوام ببینم تو جمهوری اسلامی به نظر شما چنین چیزی مصداق داره؟ خب ممکنه گروهی این تصور رو داشته باشن و شما هم درست میفرمایید. اصلا اصولا میگن مفهوم دشمن یک ابزار مدیریتی است، جدیدم نیست و دیگران هم از این ابزار استفاده میکنه. اما به نظر من این که ما بخوایم از دشمن به عنوان یک ابزار مدیریتی استفاده کنیم امروز کارآمدی نداره. ما ضعف هامون به خودمون ضرر میزنه، به دیگران که ضرر نمیزنه. حالا بخوایم این ضعف ها رو با یه چیزی توجیه بکنیم، در واقع باعث میشه که این ضعف ها نهادینه بشه، این ضعف ها مزمن بشه و به جای اینکه ما معضلات داخلیمون رو نگاه بکنیم به بیرون نگاه بکنیم. یعنی شما میفرمایید ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی چنین مشی دنبال نمی کنیم. من حالا اون که ما به اون ممکنه بعضی افراد چنین مشی رو دنبال بکنن، اما من این مشی رو مشی مناسبی
برای مدیریت، چه مدیریت ملی و چه مدیریت جهانی. یعنی الان مبنای تفکر آمریکا در مدیریت جهانی دشمن انگاریه. یعنی همین موضوع امنیتی سازی برای چیه؟ برای اینکه یک کشور، یک گروه، یک جماعت که بیشتر هم الان بحث اسلام هراسی، ایران هراسی، شیعه هراسی، شیعه هراسی، اینا همش بر چه اساسیه؟ اینا همش بر اساس مبنای دشمنی به عنوان ابزار مدیریت جهانیه. یعنی آمریکا اگر بخواد وارد رقابت سالم بشه شکست میخوره. چیکار میکنه؟ هر موضوعی رو که میخواد باعث بشه که یه اجماعی تو دنیا درست بشه امنیتی میکنه. شما فکر میکنین چرا آمریکا امروز که احساس میکنه داره از چین عقب میفته، ویروس کرونا رو میگه ویروس ووهان، میگه ویروس چینی، میخواد چین رو به عنوان نگرانی امنیتی جهانی مطرح بکنه، اجماع امنیتی ایجاد بکنه. با توجه به اینکه آمریکا 600 میلیارد دلار در سال هزینه نظامی میکنه و کشور بعدی که چین باشه 200 میلیارد دلار و بعدیش که عربستان باشه 67 میلیارد دلار، معلومه که وقتی کشور اول با کشور سوم 10 برابر هزینه تسلیحاتیشه، خب اون این ابزار رو ابزار مناسبی در اختیار خودش میبینه و لذاست که دوست داره همه موضوعات رو تبدیل بکنه به موضوعات امنیتی. واسه همینه که امنیتی سازی میشه سیاست آمریکا و سیاست رژیم صهیونیستی که تو این بازی بر آمریکا سواره. در داخلشون هم نیاز دارن، اسرائیلی‌ها نیاز حیاتی دارن به امنیتی سازی و دشمن سازی. این از یه طرف، لذا باعث میشه نگاه به خارج باشه، هم حل رو در خارج ببینه. هم شما این رو هم در نظر بگیرید، وقتی به مردم گفتید که همه مشکلات ما از آمریکاست، یعنی همه حل ما هم در آمریکاست. بالاخره درست، مردم افکار عمومی به این سمت میره، افکار عمومی به این سمت میره دیگه. اگر هر ایرادی رو متوجه آمریکا کردید، یعنی هر راه حلی هم توسط آمریکا درست حاصل میشه. لذا دشمن انگاری، آمریکا با ایران خصومت داره، اینکه آمریکا با ایران خصومت داره بدیهیه. اینکه حالا اگر بخواید من وارد مبنا بحث مبنایی من دارم که ما یکی از اهرم‌های قدرتمون داشتن تفاوت با آمریکاست. ما اگر بشیم یک کشور دنبال رو آمریکا، دیگه کشور قدرتمندی نیستیم، کشور مطرحی نیستیم. ممکنه یه تعدادی بپسندن، اما من بعید میدونم ایرانی بپسنده که یک مقام آمریکایی بیاد بگه اگر من یک هفته حمایتم رو از ایران بردارم، ایرانی ها روسی صحبت میکنن. همون حرفی که راجع به اعراب زدن که اگر ما یه هفته حمایتمون رو از اعراب برداریم، فارسی صحبت میکنن. اینو من بعید میدونم هیچ ایرانی غیرتمندی حاضر باشه اینو بشنوه. این با دعوا فرق میکنه، این با تنش فرق میکنه، این با جنگ فرق میکنه، این با درگیری فرق میکنه، این با فراموش کردن همه چیز و وصل کردن همه چیز با آمریکا فرق میکنه. این بنابراین من اعتقادم اینه، دشمنی یک واقعیت ممکنه باشه، اما به عنوان ابزار حکومت نمیشه. ابزار بدیه. میشه بله، ولی ابزار موفقی نیست. سوال بعد من اینه که بین سیاست خارجی یک کشور با توسعه اقتصادیش چه پیوندی وجود داره؟ یعنی به عبارت دیگه میشه یک کشوری ما بتونیم به یه توسعه پایدار اقتصادی برسیم، اما در عین حال در سیاست خارجی با امریکایی‌ها، با غربی‌ها، با بعضی از کشورهای منطقه مستمرن دچار تنش باشیم؟ حالا ممکنه بگیم که ما گریزی از این تنش‌ها نداریم، مقصر این تنش‌ها هم ما نیستیم که واقعا خیلی جهان نبودیم. میخوام ببینم چنین چیزی واقعا ممکنه که شما هم سیاست خارجی همراه با تنش داشته باشید، هم در عین حال بتونید به توسعه اقتصادی برسید وقتی پای تحریم‌ها به میان میاد و از این قضایایی که در واقع هست. یعنی در یک کلمه ممکن نیست. البته شما برای پیشرفت نیاز به همون که در اقتصاد مقاومتی هست، درونزایی و برونگرایی دارید، یعنی نباید متکی به خارج باشید. اما در جهان کنونی ما نمی‌شود با تنش رابطه رو پیش برد.
یعنی سیاست خارجی باید کمک توسعه کشور باشه، نه هزینه بر توسعه کشور. باید کمک کننده معیشت مردم باشه، نه کله بر معیشت مردم. خیلی راحته شما در سیاست خارجی از معیشت مردم هزینه بکنید، شعار بدید مردم هزینهشو بپردازن. خیلی این راحت ترین نوع سیاست خارجی است، اما موفق ترین سیاست خارجی یقینا نیست. دو، داشتن اختلاف. پایداری بر اصول به معنای تنش نیست. شما میتونید اختلاف داشته باشید، همه کشورهای دنیا با هم اختلاف دارن، ما اختلاف مبنایی داریم. این اختلاف مبناییمون رو باید حفظ بکنیم. من اعتقاد دارم، ممکن خیلی هم با من مخالف باشن، من اعتقاد دارم این اختلاف جزئی از هویت ماست، اما تنش جزئی از هویت ما نیست، دعوا جزئی از هویت ما نیست. حفظ این هویت اسلامی یا ایرانی است، هر دوست، هر دو. بله، هویت یک کشوری با 7000 سال سابقه، با ما دوران امپراتوری جهانیمون طولانی تر از دوران عمر آمریکا بوده، لذا ما نمیتوانیم به عنوان یک ایرانی سلطه آمریکا رو بپذیریم، به عنوان مسلمان هم که نمیتوانیم بپذیریم. بنابراین ما اصولمون محکمه. این اصول، ما انقدر بد استفاده کردیم از اصول که مردم ما خیال میکنن مباینتی وجود داره بین اصول، آرمانها و منافع ملی. من همینجا یه سوال دارم، الان شما میتونید یک کشور برای من مثال بزنید؟ روسیه و چین نه که همین گونه است، یعنی استقلالش داره، در این حال با امریکا هم رابطه داره و مذاکره میکنه، تنش حاد نداره. ببینید، کشوری مثل ایران شما پیدا نمی کنید. برای همین هم هست که بعد از انقلاب همه قدرت ها رفتن پشت عراق وایستادن، چون ما اومدیم یک نظام زمامداری متفاوتی رو با بقیه دنیا مطرح کردیم و اون تفکر ما هم باعث حجمه به ما شد، هم باعث قدرت ما شد، قدرت الهام بخشی که ما میخواستیم در سند ششمنداز این قدرت رو ازش بیشترین بهره برداری رو بکنیم. لذا اینو فراموش نکنیم. اما در مقیاس‌های دیگه کشورهایی هستن که یه استقلال نسبی نسبت به آمریکا دارن، منتقد سیاست‌های آمریکا هم هستن، اما پیشرفتشون هم میکنن. حالا مثال، من مثال بزنم، حتما تو مثال، چون من متاسفانه باید مواظب به هر کلمه حرفم باشم، چون فردا 25 تا آقای نبویان واسم میرن میگن این کتابو نخونده. اما یعنی چیز غیر قابل دسترسی نیست. حتما نیست. شما فرانسه رو نگاه بکنید، فرانسه با آمریکا اختلاف داره اما تنش نداره، آلمان با آمریکا اختلاف داره، مالزی با آمریکا اختلاف داره، ترکیه با آمریکا اختلاف داره، ولی تنش نداره. ضرورتی به تنش نیست. اختلاف داشتن، من نمیگم اینا، ایران میتونه بشه مالزی، اشتباه نشه، ایران میتونه بشه ترکیه، اما ایران حتما میتونه روسیه و چین باشه. ما خودمون رو در اون قد و قواره ببینیم، نه از نظر نظامی. من اینجا اجازه بدین یه جمله بگم. امروز من یه کتابی دارم با اجازتون با آقای دکتر سجادپور و آقای دکتر مولایی به اسم نظام، یعنی نظام بین الملل در جهان پسا غربی. ما معتقدیم که دنیا دو تا اتفاق داره توش میفته. یکی این که دنیا داره مرکز قدرتش از اروپا و آتلانتیک و آمریکا میاد به این سمت، و یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها انقدر دست و پا می‌زنن، از زمان بوش پدر تا الان سالانه لااقل یک جنگ آمریکایی‌ها داشتن، مخصوصاً تا ابتدای دوره اوباما و در دوره اوباما حالا به شکل دیگری ادامه پیدا کرده، این که می‌خوان مانع این تحول تاریخی بشن. این یک. دو، منابع قدرت متعدد شده. الان دیگه منبع قدرت فقط منبع نظامی نیست، حتی منبع قدرت منبع اقتصادی نیست. بعضی از دوستان روشنفکر ما میگن جی دی پی تعیین میکنه که چه کشوری حرف میتونه بزنه تو دنیا. درسته، جی دی پی بسیار مهمه، اما یه چیز دیگه هم هست. شما یک قدرت معنایی پیدا کردید در دنیا که این قدرت معنایی آمریکایی‌ها در اصطلاحاً بهش میگن winning hearts and minds، یا
تسخیر قلب ها و مغز ها، یا اینکه اون خود ما در سند چشمنداز میگیم چی؟ میگیم الهام بخشی. این قدرت معنایی میتواند به شما توان رقابت در صحنه جهانی بده. لذا الان ایران خودش رو در حوزه قدرت معنایی باید در حدی ببینه که میتواند. اگر خود باوری داشته باشیم، اگه خودمون رو باور کنیم، اگه احساس خود کمبینی نکنیم، اگه خودمون رو تو بعضی حوزه هایی که بالاخره رقابت برامون هزینه منده نخواهیم وارد. یعنی من فهم می‌کنم الان شما دارید می‌فرمایید ما ظرف این سال‌ها شاید در تصویرسازی از این معنا دچار مشکلاتی بودیم، یعنی خیلی حتما. جاها خوب این معنا را نتونستیم ارائه بدیم، یعنی موجب سوء تفاهم شد. هم موجب سوء تفاهم، هم موجب تحلیل قدرت. یعنی ببینین، ما قدرتمون رو از مردم می‌گیریم. شما برین تحلیل‌های آمریکایی‌ها رو بخونید، هیچ وقت آمریکایی‌ها نمیگن که ما نمیتونیم ایران رو از نظر نظامی بزنیم. مثلا زمانی که ما فوردو رو ساختیم، آمریکایی‌ها اومدن، حتی من نشونیش هم میدم، بولتن آف اتمیک ساینتیست، اومدن توش شرح دادن که چجوری یکی از این موشک‌ها میتونه بره دهنه فوردو رو ببنده و باعث بشه که همه چیزایی که تو فوردوه بیاد بیرون. من نمیگم از نظر نظامی درسته یا غلطه، اصلا من نه تخصص دارم نه بلدم، اما همون مقاله به این نتیجه رسید که نباید ما این کارو بکنیم. آقای ترامپ میخواسته اخیراً بعد از اینکه ذخایر رو دیدین، نیویورک تایمز امروز نوشته، بله دیدم، آره، میخواسته بزنه ایران رو. چرا نزده؟ به خاطر اینکه اعتقاد دارن، اون وقت که صریح میگفتن، میگفتن اگر ما فوردو رو بزنیم برنامه هسته‌ای ایران رو 2 سال عقب میندازیم، اما قطعیش میکنیم، چون دیگه ایرانی‌ها اون وقت میرن دنبال بمب. ببینید به چی داره توجه میکنه؟ به فرهنگ مردم ما، به ایستادگی مردم ما، به مقاومت مردم ما. یعنی ما بپذیریم که قدرت اصلیمون رو از مردم میگیریم، بازدارندگی ما از مردمه. اونی که باعث شد پومپئو بفهمه که در زدن سلیمانی اشتباه کرده، میلیون ها آدمی بودن که تو ایران و عراق ریختن تو خیابون، چون اون روز تو توییترش عکس 4 نفر رو نشون داد که داشتن میرقصیدن تو خیابون های عراق. ببینید اون ضربه ای که از تشییع جنازه سلیمانی در بغداد و عراق و ایران خوردن، از موشک نخورد. این مبنای البته از موشک هم ضربه خوردن، آهی منشون ضربه دید، اما اون مبنا، ما مبانی قدرتمون باید بشناسیم. این مبانی رو به پایم تحلیل نره به خاطر چیزهایی که مبنای قدرت ماست، اصل قدرتمون رو از دست ندیم. امیدوارم من عرضم بله بسیار بتونم مشخص بسیار خوب. به نظر جناب عالی چقدر ما روابطمون با شرق، روسیه و چین میتونه مهم باشه برای ما و عرضم به حضور شما که بتونه از فشارهایی که حالا امریکایی‌ها یا برخی از کشورهای دیگه ایجاد میکنن کم کنه؟ من یه سوال دیگه هم همینجا کنم. یه بحثی من، یعنی خبری من دیدم بعضی جا مطرح شده که رئیس جمهور چین وقتی که میاد ایران، در سفری که به ایران داشته، پیشنهاد یک قرارداد 600 میلیارد دلاری با ایران داشته ولی از سوی دولت ایران استقبال نشده. این که 100% دروغ. چنین چیزی نیست. یعنی 100% که نه، 1,000,000% دروغ. خب این اشکال مکرر به دولت وارد میشه که نگاهش به شرق ضعیفه، خیلی دنبال نگاه به شرق نیست، نوعی تعلل بوده در مثلا گسترش روابط با روس ها با چینی ها. اگه اینم توضیح بفرمایید. عرض کنم به حضورتون که بذارید من بازم با یه مبنای تئوریک شروع بکنم. از نظر واقعیات بین المللی، چین امروز تبدیل شده به یک قدرت بسیار مهم، رقیب غرب، نه بهره بردار از غرب.
البته چینی‌ها دوست دارن هنوز بهره برداریشون رو بکنن، اما در حوزه صنعت، در حوزه تکنولوژی به خلاقیت رسیدن، نه به کپی برداری گذشته. واسه همین بود که قبلاً هر وقت با چینی‌ها صحبت می‌کردیم میگفتن ما 25 سال وقت می‌خوایم، خودشون میگفتن برآمدن صلح‌آمیز، یعنی سیاست چین برآمدن صلح‌آمیز بود و این سیاست بسیار خردمندانه بود که اونا دنبال کردن. الان چین به عنوان یک قطب بین المللی مطرحه، اما شما باید چین و روسیه رو به خاطر اصالت چین و روسیه به عنوان دو بازیگر بین المللی باهاشون رابطه برقرار کنید، نه به جای غرب، نه برای ضربه زدن به غرب، چون چین و روسیه هم عقل دارن. ما شما وقتی در یک مذاکره بین المللی موفق میشید که برای طرف مقابلتون هم یک حداقلی از عقل و ذکاوت در نظر بگیرید. چین اگر خودش رو ابزار روابط ما با غرب ببیند به سمت ما نخواهد آمد، اما اگر در ما اصالت در رابطه با چین ببینه، کما اینکه باید اصالت در رابطه با غرب هم داشته باشیم، یعنی من معتقد نیستم ما باید به جای غرب چین رو انتخاب بکنیم یا به جای چین غرب رو انتخاب بکنیم. ما تنها در زمانی میتونیم روابط سالم و مناسب با همه طرف‌ها داشته باشیم که با همه طرف‌ها رابطه داشته باشیم. اما در مورد سیاست این دولت، تعداد سفرهای من به روسیه از مجموعه سفرهای من بیشتره تقریبا، یعنی بعضی چیزا تبلیغ نمیشه. من 30 سفر به روسیه داشتم در طول 8 سال 7 سال. من تعداد سفرهایی که به چین داشتم محدودیتش از طرف چینی ها بوده که کم سفر میپذیرن. دکتر، این سفراتون به روسیه چقدر مربوط به مباحث سیاسی و روابط سیاسی بوده؟ مثلا چقدر شما مباحث اقتصادی با روس ها دنبال کردید در این سفراتون؟ همه سفرهای من به چین و روسیه بحث اقتصادی در کنار بحث سیاسی مطرح بوده، چه بسا در بعضیاش بحث اقتصادی پررنگ‌تر هم بوده. الان مثلا در 2 سفر اخیر من به چین، خب بحث اقتصادی اصل بحث بود دیگه، قرار توافق بود. تو الان یه خبری باز بود اینکه موقعی روس‌ها نمی‌دونن برای 2 سال 3 سال پیش پیشنهاد یه معامله نفتی داشتن که روزی 700 هزار بشکه مثلا به یه شکلی از ما بخرن و کمک کنن، ولی وزارت نفت ما زیر بار این قصه اینم نیست. باز هم اینطور نیست. ما یک توافقی رو با آقای پوتین داشتیم که ما مبادلات نفتی داشته باشیم. متاسفانه اون توافق رو بعضی دوستان ما علنی کردن و مشکل آفریدن. این توافق هم مربوط به دیروز و پیروز نیست، مربوط به حدود 6 سال و نیم پیشه، یعنی در اولین ملاقات من با آقای پوتین این موضوع نهایی شد. درست، بسیار خوب. یه نکته ای رو من عرض کنم. خیلی ببینین، وظیفه وزارت خارجه و وظیفه دولت پیشبرد اهداف ملی تبلیغات نیست. خیلی حرفا توی ملاقات زده میشه، ما نمیایم مطرح بکنیم چون به ما فشار نمیاد، به طرف مقابل فشار میاد. بعضی نکات در مورد روابط با چین، بعضی نکات در مورد روابط با روسیه، این که ما اعلام نمیکنیم، این که ما علنی نمیکنیم، به خاطر اینه که بقیه نیت نکردن مثل ما جهادی عمل کنن، بقیه دنبال منافعشون هم. یا به عبارت دیگه، وزارت خارجه رسانه نیست که مثلا دنبال این باشه که هر روز نه حالا خوب رسانم باشه به یک... ولی وظیفه ما دفاع از جمهوری اسلامیه، نه دفاع از جواد ظریف یا حتی دفاع از وزارت خارجه یا حتی دفاع از دولت. بسیار عالی. اخیراً خب اسرائیلیا تو منطقه تونستن روابطی با برخی از کشورها برقرار کنن، با اماراتی ها، با بحرین. اگه اینم مختصر جواب بفرمایید. خیلی ها به حساب ضعف سیاست خارجی ما میدونن و تضعیف جریان مقاومت، چنین چیزی تحلیل درسته؟ به نظر من اتفاقا این به خاطر وحشت این هاست از جمهوری اسلامی، یا حالا خیال وحشت یا وحشتی که تو ذهن اینا درست کردن. خبره که اینو میگه و ادعاشون هم همین. من معتقدم که راه حل این مشکل سیاست همسایگیه، یعنی
درسته که ما در گذشته دست همکاری رو دراز کردیم نسبت به همسایگانمون، باید این دست همواره گشوده من باشد. جایی انتقادی از جناب عالی دیدم آقای دکتر تو همین زمینه نوشته بود که چرا در شرایطی که عربستانی ها خیلی از موضع تند و بالا با ایران برخورد میکنن آقای دکتر ظریف اینقدر از موضع نرم و مسالمت با عربستانی ها برخورد میکنن؟ به خاطر اینکه عربستان سیاستش اینه که در دنیا یک جنجال دعوایی در این منطقه نشون بده. امیدشون هم همونیه که ملک عبدالله گفته بود که آمریکا بیاد سر ما رو بزنه. یادتونه دیگه تو اخبار ویکی‌لیکس بود که امیر عبدالله وقتی ملک عبدالله بود به آمریکایی‌ها گفته بود بیاین سر ما رو سرشو بزنین، ایرانو سرشو بزنین تموم میشه قضیه. مار رغم اینکه اون روابطی رو نه از امیر عبدالله تصویر دیگری بود و این حرف ملک عبدالله است. چرا؟ به خاطر اینکه اونها احساس میکنن جمهوری اسلامی با این توانمندی ها نگرانن ازش. طبیعی هم هست، بالاخره ما جمعیتمون، امکاناتمون، جغرافیامون، همه چیمون برتری داره در این منطقه و اونا فقط پول دارن و نه امنیت رو میشه با پول خرید، نه صلح رو میشه با پول خرید، نه حتی اعتبار رو میشه با پول خرید. زمینی که با سیاست های بن سلمان هم کلی دچار مسئله و مشکل شدن تو مسئله بیشتر شدن. اونا میخوان، امیدشون این بوده همیشه که یک دعوایی رخ بده که تو این دعوا آمریکایی‌ها بیان از طرف اونا بجنگ. اشتباهی که میکنن اینه که تو این دعوا اولین قربانیش خودشونن، چون بالاخره اونا هستن که در معرضن. اینجا سیاست این نیست که یکی اون گفت یکی تو بگه، اون هدفش اینه که این منطقه رو متشنج نشون بده. شما به عنوان قدرت برتر این منطقه باید هدفت چی باشه؟ باید هدفت این باشه که این منطقه رو آرام نشون بدی. آرامش این منطقه به نفع ماست، در صورتی که این منطقه هر چه پرتنش در باشه بیشتر به نفع اسرائیل و آمریکا. شما هم ما هم با زبان اونها با اونها حرف بزنیم الزاماً به معنی اقتدار نیست. نه حتماً، درست. حتماً اقتدار نیست. درست. این بازی تو زمین اونها میتونه بازی باشه. یه رئیس جمهور آمریکا همیشه یه اصطلاحی داره، میگه که آرام صحبت کن ولی یک چماق محکم در اختیارت باشه. بسیار. یعنی کشوری که همه چیزش، جغرافیاش، مردمش، تاریخش، فرهنگش، همش ابزار قدرته، چه نیازی داره با زبان تلخ صحبت کنه؟ درست. نه. بسیار خوب. سوال بعدی من راجع به موضع رسمی جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل یا رژیم اشغالگر قدسه. سوال مشخصا اینه که استراتژی ما در برخورد با این کشور چیه؟ آیا استراتژی ایران محو اسرائیل است؟ البته هیچگاه ما آغازگر یک حمله به اسرائیل نیستیم، بارها این گفته شده، ولی خب منتظریم اگه اسرائیلی‌ها تو این زمینه اقدامی کنن ما برای محوشون آماده ایم. این یه نوع مواجهه است با اسرائیل. اما یه مواجهه دیگه میتونیم باشه که ما دنبال این هستیم که اسرائیلی‌ها در واقع یا نهادهای بین المللی بیان یک همه پرسی بذارن در این کشور با حضور همه کسانی که ساکن اونجا هستن و فلسطینیایی که خارج از اینجا هستن و آوارن و تکلیف نهایی قصه اینجوری مشخص بشه. اینم در واقع یک موضع است. و تکمیل سوالم اینه که به نظر شما متصوره ما یه موقعی به یه نقطه‌ای برسیم که در چارچوب روابط بین الملل اصل اسرائیل به رسمیت بشناسیم و این تنش از بین بره مثلا یا کاهش پیدا کنه در واقع؟ من صراحتاً عرض بکنم که لااقل به ذهن من نمیرسه شرایطی که ما در اون اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم. واسه من قابل تصور نیست، نه اینکه میگم نمیشه، میگم اصلا قابل تصور نیست برای من چنین شرایط. حتی با وجود اینکه نهادهای بین المللی یا عرف بین المللی اونا برن، اونا که بالاخره از سال 48
اسرائیل عضو سازمان ملل و موضوعی بوده که ما از ابتدا باهاش مخالف بودیم. حتی اون زمان ایران یکی از معدود کشورهایی بوده که معتقد بوده این کار غلطه و هنوز هم این اعتقاد داریم. تو اروپاییام چنین کشوری چنین موضعی هست؟ نه، همه اونا پذیرفتن، همه دنیا. این یه موضع منفرد جمهوری اسلامیه و من معتقدم هیچ اشکالی نداره جمهوری اسلامی یه موضع منفرد داشته باشه. یک. دو، راه حل ما چیه؟ راه حل مقام معظم رهبری فرمودن، نه ریختن جودا توی دریاست، نه حمله نظامیه، نه نمیدونم عملیات انتحاریه. راه حل و حضرت آقا فرمودن، سند شده در سازمان ملل متحد که راه حل ما رفراندوم، همونجور که شما فرمودید. این راه حل ماست. تحلیل ما چیه؟ تحلیل ما اینه، کما اینکه تحلیل خیلی های دیگه تو خود آمریکا هم هست، که با این سیاست ها رژیم صهیونیستی به سمت اضمحلال میره. نه اینکه ما بخوایم، ما تحلیل داریم میکنیم. ما تحلیل کردیم که اسلوب نتیجه نمیرسه. به ما میگفتن بگین به نتیجه میرسه، ما میگفتیم آقا شما به نتیجه برسونین، اگه فلسطینی‌ها راضی شدن ما کی باشیم که جلوشو بگیریم؟ ما اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، اما اگر فلسطینی‌ها توانستن با اسرائیلی‌ها به توافق برسن، به توافق میرسن، مخاصمه تمام میشه. اینکه ما اسرائیل رو به رسمیت نخواهیم شناخت، این تأثیری بر اصل موضوع نداره. اصل موضوع حقوق مردم فلسطینه. ولی ما همون وقت، یعنی در سال 70 گفتیم اسلوب به نتیجه نمیرسه، گفتیم مادرید به نتیجه نمیرسه. این تحلیل ماست، عمل ما نیست. ما به عنوان یک کشور عاقل که تو منطقه ایم، اسرائیل رو میشناسیم، صهیونیسم رو میشناسیم، فلسطین رو میشناسیم، آرمان فلسطین رو میشناسیم و سالها رو این مطالعه کردیم، تحلیلمون اینه که این کارا به نتیجه نمیرسه، چون اسرائیل این ظرفیت رو نداره که حقوق فلسطینی ها رو به رسمیت بشناسه. یعنی با هویت اسرائیل مغایرت داره. خب اینم دیدیم، یعنی هویت، یعنی ماهیت اشغالگری، ماهیت تجاوزکارانه که در اسرائیل هست، این واقعیتی داره دیگه و از ابتدا هم بوده. ولی این رو با عمل باید جدا بکنیم. با تحلیل ما، پیشنهاد ما، تحلیل ما اونه، پیشنهاد ما اینه که تنها راه حل، راه حل دموکراتیکه. در آفریقای جنوبی عمل شد، دنیا به آخر نرسید. یادتونه سفیدای آفریقای جنوبی اون زمان، یعنی سفیدان نژاد پرست های آفریقای جنوبی، الان هم صهیونیست‌ها رو باید با یهودی ها جدا کنیم. اون وقت هم سفیدا نمیگفتن، خیلی از سفیدا عضو ANC بودن، عضو کنگره ملی آفریقای نلسون ماندلا بودن. اما نژاد پرستا چی میگفتن؟ نژاد پرستا میگفتن حکومت اکثریت به معنی نابودی سفیداست. آیا نابود شدن سفیدا؟ هنوز اقتصاد آفریقای جنوبی دست سفیداست. بعد از چقدر؟ بعد از 30 سال از آقای ماندلا. لذا این که ما میگیم رفراندوم بشه، معنیش این نیست که یهودی ها نابود بشن، معنیش این است که دموکراسی اونجا حاکم بشه. کی از دموکراسی میترسه؟ صهیونیست ها میترسن، چون ماهیت صهیونیست ها تجاوزگری و کشورگشایی. بسیار. آقای دکتر، راجب اشغال سفارت امریکا بعد از 40 سال که از این ماجرا گذشته هنوز بحث میشه تو رسانه ها و توی صحبت ها و اینا. حالا جناب عالی فکر میکنید اصل این اقدام درست بود یا نه؟ میشه الان نقدش کرد بگیم کار نسنجیده‌ای بود یا کش دادن این مسئله مثلا تا این مقدار؟ ما یک مشکل از منظر فن دیپلماسی و سیاست خارجی میخوام که به عنوان یک دیپلمات من باید بگم که کنوانسیون حقوق دیپلماتیک کنسولی باید رعایت بشه. از طرف دیگه باید به عنوان یک دیپلمات بگم کنوانسیون رو باید همه رعایت بکنن، نباید از سفارت برای اقدامات دیگری سوء استفاده بکنن. یعنی آمریکایی‌ها حتما خلاف مقررات بین المللی عمل کردن، خلاف تعهدات بین المللی خودشون عمل کردن. که این ایام پیروزی کل سابقه چیشونه؟ از 53، از سال 32، کودتای 28 مرداد خلاف تعهدات بین المللیشون عمل کردن.
الا بعد انقلاب که سفارتشون شده بود واقعا مرکز جاسوسی و به هم ریختگی، تا حمله تبس و اینا که خب اینا نقض مقررات منشور ملل متحد است و اینا طبیعیه. این یک بحث. دوم بحث این که آیا میشه راجع به لانه جاسوسی صحبت کرد، راجع به گروگانگیری صحبت کرد؟ حتما باید بشه صحبت کرد. یعنی مگه میشه ما تو کشورمون راجع به موضوعاتی صحبت نکنیم؟ به نظر من همه موضوعات سیاست خارجی باید موضوع بحث باشه. متاسفانه ما فقط برخی موضوعات رو بحث میکنیم. مثلا برجام، هیچ کس نمیگه که این مثلا وجهه ملیه و اینا، همه بحث راجعش میکنم. اما بعضی موضوعات میشه که اونا میشه منطقه ممنوعه در سیاست خارجی. نه، موضوعی نباید منطقه ممنوعه باشه. باید مردم بتونن بحث کنن، نظر بدن، رو همه چیز نظر بدن. واسه همینم من خیلی مخالف بحث راجع به برجام نیستم، به شرطی که راجع به سایر مسائل هم بشه همونجوری بحث بشه. نکته سوم، نکته ای که ما باید یک درسی از گذشته بگیریم و اون زمان بهره برداری از یک تحولیه. آیا ما باید اجازه بدیم هر موضوعی برسه به شرایط بحرانی تا حل و فصل بشه، یا امکان داره در شرایط غیر بحرانی هم یک موضوعی حل و فصل بشه؟ وقتی موضوعی در شرایط غیر بحرانی حل و فصل میشه، حتما ساده تره حل و فصلش و حتما میشه امتیاز بیشتری گرفت. نکته چهارم اینه که موضوعات سیاست خارجی موضوعات زمینی هن، موضوعات قدسی نیستن. به نظرتون درسته که ما یه مبنای ایدئولوژیک در سیاست خارجیمون داشته باشیم؟ مثلا میگم با عنوان اصلاح جهان، اصلاح عالم، مثلا حل مشکل استکبار در عالم، مثلا میشه اینجوری به قضیه در واقع نگاه کرد به نظرتون؟ ما آرمان هامون جزء منافعمونن. یعنی اصلاح عالم مثلا یکی از آرمان هامون هست. آرمان های ما نباید، ما آرمان هامون هویت ما رو تشکیل میده. هویت ماست که ما رو میسازه و ما با این هویت منافعمون رو شکل میدیم. اما بحث اولویت هاست. ما اصلا بحث اینکه آرمان رو باید در مقابل منافع ببینیم اینطور نیست. آرمان و منافع با هم پیش میره. اما اگر لحظه تضاحم پیدا شد، نه بین آرمان و منافع، بین یک موضوع که ما اون رو موضوع آرمانی میبینیم و منافع ملی، بین یه موضوعی، مثلا فرض بکنید ما ممکنه با حضور آمریکا در هر جای دنیا مخالف باشیم، ممکنه در یک لحظه‌ای منافع ما این باشه که به این حضور کاری نداشته باشیم، نه اینکه مخالفتمون رو تمام کنیم. آیا اون وقتم ما باید هنوز بریم با حضور آمریکا مخالفت کنیم گرچه منافع خودمونم مغایرتی با اون نداره؟ اینجا بحث وقتیه که تضاحم پیدا میشه. اگر نه، من اعتقاد دارم آرمانهای ما جزئی از منافع ملی ماست. نباید آرمان و منافع ملی رو در تقابل ببینیم. حتی اسباب قدرت و چونه زنی در سیاست خارجی میتونه باشه. بله، حتما میتونه باشه. درسته. به شرط چی؟ به شرطی که شما اولا یک موضوع قدسی از بعضی چیزها نسازید، ثانیاً اگر این تضاحم پیدا شد، یعنی اگر بین پیگیری منفعت ایران و ضرر زدن به آمریکا تضاحم ایجاد شد، بدونی کدومو باید دنبال کنی؟ درست. ما در مثلا من میگم در کنفرانس بن در مورد افغانستان ما یه منافعی داشتیم، تبیین کردیم. این منافع اتفاقا این بود که ما می‌خواستیم آقای کرزی بیاد سر کار. ما می‌خواستیم در افغانستان حکومت شاهنشاهی برگزار نشه. خب اروپایی‌ها می‌خواستن شاهنشاهی بشه افغانستان. شما اگه تاریخ کنفرانس بن رو نگاه بکنید، زمانی که بنده وارد کنفرانس بن شدم، تقریباً روی یک نظام پادشاهی با نخست وزیری آقای سیرت موافقت شده بود. خب اون کی به هم زد؟ ایران آمریکا.
خب آیا اونجا ما باید میگفتیم چون آمریکا میخواد نظام پادشاهی در افغانستان نباشه یا حاضر نباشه ما باید جلوشو بگیریم؟ اینجاست که ما ممکنه حتی ادعا داشته باشیم که ما منفعت مشترک با آمریکا نداریم. اینم ممکنه ادعا داشته باشیم. یعنی بعضی ها ممکنه این رو بگن که آمریکا چون منافعش جهانخواریه هیچگاه ما منافع مشترک با آمریکا نداریم. سلام. قبول داریم. اما یه وقتی پیدا میشه در یک موقعیت تاکتیکی آمریکا یه کاری میخواد بکنه، ما در موضوع نفت مثلا آمریکا با فشار بر سوختهای فسیلی مخالفه، ما مخالفیم، آیا به خاطر اینکه آمریکا مخالفه ما باید بریم موافقت کنیم؟ خب ایناست که باید ببینیم کدوم اولویت داره، آیا زدن آمریکا اولویت داره یا پیگیری منافع خودمون اولویت داره. من فکر میکنم این ممکنه، من بعضی مثالایی رو زدم که خیلی راحت پاسخ دادن بهش، بعضی جاها میشه که این مثالها سخت‌تر میشه پاسخ دادن بهش و اونجاست که این تضاحم ایجاد میشه، نه اینکه تضاحم بین اصل منافع آرمانی و منافع ملی. عرض کنم آقای دکتر، اتفاقاً این بحث تضاحم تو فقه ما هم تو عرصه فردی هم تو عرصه اجتماعی خیلی مصادیق داره و ما در سیره اهل بیت علیهم السلام در سیره اجتماعی و سیاسیشون با چنین موارد تضاحماتی مواجه هستیم که حالا خودش بحث جالبی است. من این آخرین سوال تمام بشه. آقای دکتر، ما در نظام سیاسیمون یک مبنایی داریم، این مبنا را هم حضرت امام بهش تصریح کرده، هم توی بیانات رهبری هست که اصل اینه که ما رضایت مردم و خواست مردم را تأمین کنیم. ببینید ما در اصل دین حق الزام دین به کسی، به جامعه و به مردم نداریم، اینا تصریحات قرآنه. حق الزام و اکراه پذیرش حکمرانی دینی یا هر نظام سیاسی خاص ما نداریم به مردم. یه تعبیر عجیبی حضرت امام داره که میگن که لو فرز، اگر یه موقعی اکثریت مردم حرفشون این باشه که ما نظام دیکتاتوری میخواییم، حق نداره مقابل اراده مردم وایسته. بله میشه با مردم حرف زد، صحبت کرد، توجیه کرد، اینا سر جای خودش. خب این اصل مسلمه توی مبانی فقه سیاسی ما. من فکر میکنم جناب عالی هم موافق باشید که ما واقعا در سیاست خارجی هر مشی که میخواییم پیش بگیریم باید رضایت مردم تأمین بشه. یعنی ولو اینکه اگه یه مشی کاملا درست، یعنی همه نخبگان، همه خواص، همه چی بشینن به یه مشی کاملا درست برسن، ولی مردم اونه نخواسته باشن به هر دلیل، ما حق تحمیل بر مردم نداریم. چقدر واقعا به نظر، یعنی موافقت شما با این تحلیل، با این غلظت در واقع، و اون وقت چه نتیجه‌ای داره پذیرش این حرف ما؟ ببینین من حتما فقیه نیستم، نظریه پرداز علوم اجتماعی هم نیستم، اما شاگرد روابط بین الملل هم یه 50 سالی، کم و بیش 45 سالی روابط بین الملل میخونم و عمل میکنم و درس میدم. این رو من عرض میکنم، بدون رضایت مردم امکان پیگیری روابط خارجی وجود نداره. هر چند آرمانی باشه، هر چند عالی باشه، هر چند هر چه باشه، مردم، اونم واسه نظامی مثل جمهوری اسلامی. ببینین ما مشروعیتمون رو نه از سلاح میگیریم، نه از پلیس میگیریم، نه از حکومت نظامی میگیریم، نه از قدرت خارجی میگیریم. ما مبنای مشروعیتمون، حالا بحثای فقهیشو بذاریم کنار که حالا مبنای مشروعیت، نه دکتر، نظر یه نظر قوینی که از مردم میگیریم، این در واقع نظر دین هست که دین آره چنین مشروعیت رو محول به چی کرد. یه نظر فقهی، بله، نظر متاسفانه هست، درسته، حالا نظر مخالفش هم هست، واسه همین بله. من نمیخوام وارد حوزه‌ای که تخصص من، چون من میگن آدمی که دکترا میگیره تو یه چیزی متوجه میشه که در یک حوزه کوچیک از علم تخصص داره، نه در همه علوم. من اینو عرض میکنم به عنوان حوزه‌ای که تخصص علمی منه، تخصص کاری منه، این رو عرض میکنم برای نظامی مثل جمهوری اسلامی که نه حمایت خارجی داره، نه مبتنی بر اسلحه زندگی میکنه،
و نه ژاندارم قدرت جهانی میخواد باشه. همون گفتم مشروعیتش رو نه از خارج میگیره نه از سلاح میگیره. ما مشروعیتمون از کجا میگیریم؟ از این مردم میگیریم. ابزار قدرت ما، وسیله قدرت ما در دنیا همین مردمن. یعنی من اعتقادم اینه، گفتمم علنی، رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی یک نیاز اخلاقی نیست، یک الزام دینی نیست، یک الزام حیاتی است. یعنی برای ادامه حیات که طبعاً دین و اخلاق بر این نیاز حیاتی مهر تایید میزنه. درسته. یعنی چیزی نیست که خلاف دین باشه. درسته. خلاف اخلاق باشه. درسته. حتماً شما اگر زوایای دینی رو که حالا ما یه خورده پلوی علما خوندیم نگاه بکنید، فرمان حضرت علی به مالک اشتر، همه اینا رو اگه نگاه بکنید میبینید که مهر تأیید دین حتی قبل از ضرورت هست. درسته. حتی قبل از ضرورت هست. ولی من میگم لو فرز به قول شما که آقایون معتقد باشن که نه، فقط مشروعیت از خداست و مردم نقشی ندارن در این مشروعیت، اینا فرض رو این بگیریم. اما ما به عنوان یک دولت مرد، به عنوان کسی که میخوایم تو دنیا حرفی برای زدن داشته باشیم، باید بدانیم که بدون مردم هیچیم. هیچ به معنای هیچ مطلق. قدرت خداوند هم از همین مردم در اختیار ما قرار میگیره. بسیار خوب آقای دکتر، خیلی تشکر میکنم از همه همکارانتون. بنده هم از شما تشکر میکنم، هم از دوستانی که زحمت کشیدن، هم از همکاران. خواهش میکنم. خیلی متشکرم.